در نشست علمی بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام الظله که روزانه با حضور علما، فضلا و عموم مؤمنان در بیت معظم الله در شهر مقدس قم برگزار می شود، یکی از سوالهایی که یک شنبه 29 جمادی الاخر 1444 از معظم الله پرسیده شد این بود که اگر اجرای حدود موجب متهم شدن اسلام و بدبینی نسبت به آن شود، آیا ترک اجرای حدود جایز است؟ پاسخ آیت الله العظمی شیرازی را با هم ببینیم و بشنویم. اینا بعضیش تام نی، چون سند نداره نمیشه نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و آله داد. مثل این چیزایی که در بعضی کتب منافقین از اصحاب پیغمبر یه چیزای غیر مناسب نسبت به پیغمبر دادن. خود سند وقتی که نداشته باشه به یه آدم عادی نمیشه نسبت داد، دیگه چه برسه به مثل پیغمبر صلی الله علیه و آله. حدش یه چیزه، غیر این که خود پیغمبر گفته باشه، نه پیغمبر نفرمودن. این روایاتش از ائمه است علیه السلام، اونم با شروطش اشکال نداره، شروط داره نه مطلق است. به نظر این یک حده، این حد شروط داره. یکی از شروطش اینه که اسباب بدبینی حتی بیدینا به اسلام نشه، بدبینی کفار به اسلام نشه. یعنی از شروط اجرای حدود که در روایت خود پیغمبر هم صلی الله علیه و آله اومده. همینه، چون اهم و مهمه، چون تزاحمه. یکی اون حرامه، یکی انسان کاری بکنه که مردم به اسلام بدبین بشن. این هم از حرام اشده. تزاحمه و این حرام اشد مقدم میشه. اما شروط داره، مثل اقم الصلاة لدلوک الشمس، یعنی ظهر که شد نماز بخون، اما شرطش اینه طهارت حدثی داشته باشه، طهارت از خبث داشته باشه، رو به قبله باشه. این شروطشه، اگر یه شرطش نباشه باطله. حدود، اجرای حدود هم شروط داره، هر کدوم اگر یه شرطش نباشه فایده نداره. در نشست علمی یک شنبه 29 جمادی الاخر همچنین سوالهای مختلف دیگری درباره از عبادات یا معاملات بودن نکاح، حکم خواندن نافله صبح قبل از اذان، حکم شرط سلب منفعت مادام العمر هنگام فروش خانه، حکم بخشش مال به فرزند به شرطی که از او ارث نبرد، حکم یک مرتبه تسبیحات اربعه گفتن در رکعت سوم و چهارم نماز و حکم محرمیت مرد با مادر و دختر زنی که با او عقد کرده پرسیده شد که آیت الله العظمی شیرازی دام الظله به یکایک که سوالها با سعه صدر پاسخ دادند. حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد تقی زاکری مشاور سازمان های حقوقی شیعه از واشنگتن با ما همراه هستند. حاج آقا سلام علیکم، وقت شما بخیر. سلام علیکم، وقت شما هم بخیر، انشاءالله موفق باشید، در خدمتون هستم. سلامت باشین بزرگواری. حاج آقا بفرمان، در زمان پیامبر که مسلمانان و کفار در کنار هم زندگی میکردن، اجرای حدود الهی چگونه بوده است؟ بفرمان. قبل از آنی که وارد این بحث بشیم، یک مقدمه من دارم. مقدمه این است که حضرت آقا به عنوان یک فقیه جامع الشرائطی که ثابت کردند در طول این 50 سال اخیر که عهده‌دار مسائل بودن، حالا یا مستقیمن یا غیر مستقیم، ثابت کردند که ناصح امینن، یعنی اون چرا که بیان میکنن همه کشورهای اسلامی، چه عربی چه غیر عربی اسلامی، همه اینها رو در نظر میگیرن، شرایط زمان و مکان رو در نظر میگیرن و حرفهاشون هدفی غیر از استقرار و امنیت جامعه نیست،
بنابراین هدف فرمایشات ایشون کشور یا دولت معینی نیست، بیان حکم الهی دارن. یعنی در فرمایشاتشون مصالح یا منافع دولت یا گروه خاصی در نظر نیست. برای حضرت آقا مهمه که در کشورهای عربی و اسلامی امنیت استقرار پیدا بکنه، امنیت روبراه بشه. قوانین اسلامی چیز داره، یک احکام پیچیده ای داره. این احکام پیچیده باید با استفاده از روانشناسی، روانکاوی و بررسی مسائل باید در نظر گرفته بشه و حکمش بیان بشه، یعنی چه وقت چه حکمی بیان بشه یا نشه. ما در شرایط فعلی که آقا این فرمایش رو فرمودن، که البته این اولین بار نیست این فرمایش رو میفرمان، یعنی شاید ده ها بار این مطلب رو ایشون در سخنرانی هاشون، چه در درس خارج و چه در سخنرانی هایی که در مناسبت های مختلف از جمله 28 صفر یا قبل از محرم امثال اینها دارن، یا قبل از ماه رمضان، این مطالب رو جستگو ریخته گفتن. ببینید ما هممون فرزندانی داریم، بعضی از این فرزندان ما مطیع حرف ما هستن، بعضی از فرزندان ما در مقابل حرف ما حرفی برای گفتن دارن، حالا چه به حق و چه به ناحق. در کشورهای اسلامی و کشورهای عربی در این شاید 100 ساله اخیر بشه گفت که در این مدت که قوانین کشورها یه مقداری قوانین جبهه‌گیری شده، این قوانین جبهه‌گیری غلطه، یعنی در نتیجه ما یک چیزی داریم به نام قانون و یک چیزی داریم به نام رأفت. آنچه را که قانونه باید اجرا بشه با در نظر گرفتن شرایطش، همونجوری که ایشون هم مثال زدن برای نماز که شرایطی داره، باید وضو گرفته بشه، باید طهارت باشه و امثال اینها. بعد مسئله رأفت هست، مثالش اینه که در نماز، خب من نمازم میخونم اما توجه هم باید داشته باشم، خشوع هم باید داشته باشم، خدا رو باید بیشتر ناظر بر نماز خودم بدانم. متاسفانه در کشورهای عربی و اسلامی در این 50 ساله اخیر، 100 ساله اخیر، یک جوری شده که حکومت‌ها از سیستم اسلامی خارجن. نمیدونم یا فشار دولت‌های غربی هست روشون یا چی هست، هر چی هست، از سیستم نظام و تفکر اسلامی خارجن. مثلا ما در بعضی این کشورها رو داریم که هنگامی که یک فرد رو بازداشت میکنن، اصرار هست که برای او پرونده بسازن، یعنی پرونده سازی جزو برنامه های اولیه است، در حالی که در اسلام اصلاح امور ملاکه، نه پرونده سازی برای افراد. پس باید در مسائل سیاسی و اجتماعی قطعا باید کارشناسی بشه، روانکاوی و روانشناسی جامعه رو باید در نظر بگیرن. مردم کشورها با همدیگه متفاوتن، یعنی مردم ایران با مردم عراق، با مردم بحرین، سعودی، کشورهای دیگر خلیج عربی، مصر مثلا، مغرب، متفاوتن. هر مردمی یک قلقی دارن، هر مردمی یک بینش فکری خاص خودشون رو دارن. پس باید برای هر کشوری روش خودش رو در نظر گرفت، روشی که میتونه اصلاح رو در اون جامعه برقرار بکنه. اما سوال شما، پیامبر اکرم با دو قانون با مخالفین، یعنی غیر مسلمان ها، با دو قانون برخورد داشتن. یک قانون معاهده بوده که بین اسلام و اونهایی که در پرتو اسلام زندگی میکنن قراردادهایی صورت میگرفت، بهش میگن قانون معاهده، و یا اینکه با قاعده الزام عمل میکردن، یعنی یک حکمی در قانون اونها چی بوده، حکمش، مجازاتش در قانون اونها چی بوده. ما داشتیم در اقلا یکی دو موردی که حالا من به ذهنم هست، که وقتی که تخلف از طرف یهودی که فریب قریش را خورده بودن، تخلف از طریق اونها شد،
پیامبر اکرم از خود اونها اشخاصی رو انتخاب کردن، فرمودن که شما بگید که ما چه حکمی برای اینها اجرا بکنیم، که قرآن هم اشاره به این مسائل داره. پس موارد تخلف عموما کم بوده و اگر هم کم بوده این مسائل رو با قانون معاهده یا قاعده الزام حل میکردن. ولذا میبینید که شما تاریخ هر آنچه را که نوشته که به نتیجه غیر مسلمان ها در اثر گفتار و کردار پیامبر اکرم که یکی بوده، دو گونه نبوده، نه اینکه یک جا تو سخنرانی یه حرفی رو بزنن و بعد جور دیگه عمل بکنن، نه، چون روششون یک جور بوده و یکسان بوده، لذا افراد کافر زیادی ما داشتیم که گروه گروه مسلمان می شدن، به خصوص در این دو سه ساله اخیری که پیامبر اکرم بودن. پس بنابراین رفتار پیامبر اکرم با اونها رفتاری بوده که به نفع جامعه بوده اولا، و بدبینی در خود اونها هم به وجود نیورده، یعنی خود یهودی ها هم قبول داشتن که چنین حکمی برای اونها رواست. آجا آقا بفرمایید، در شرایط کنونی که اجرای حدود باعث دین زدگی و وهن مذهب میشه، وظیفه حاکمان اسلامی چیه؟ فقط خیلی کوتاه آجا بفرمایید. بله، ببینید، حدود اساساً برای استقرار حکم خدا در زمینه. پس اگر به نحوی از انحاء به هر شکلی اجرای اون اشکال پیدا بکنه مشکل میشه. ما سه تا خط قرمز داریم در اسلام، یکی مال مردمه، یکی خون مردمه، یکی ناموس مردم. صاحب جواهر الکلام از مهمترین کتابهای شیعه است، بیشتر از 40 جلد کتابه. صاحب جواهر در مورد اجرای حدود ده ها مورد شبهه مطرح کرده. شبهه یعنی این که شخص رو گرفتنش به اتهام دزدی، اما بعد معلوم شد این بیکاره، این یک شبهه هست. حالا که این بیکاره و فقیره پس میشه یک شبهه، یعنی حق نداریم اجرای حکم بکنیم برای اون با اینکه دزدی کرده به این شکل بخوایم قرص بگیریم. اینا به عنوان مثال عرض میکنم. ما روایت داریم تدرع الحدود بالشبهات، هنگامی که یک شبهه مطرح میشه، مثلا این آقا فریب خورده، مثلا این آقا حق داره، مثلا این آقا ما بهش ظلم کردیم، مثلا این آقا یا این خانم روش ما در مورد او روش خوبی نبوده، یا کارمند ما با او برخورد خوبی نداشته. ولذا ببینید شما در زمانی که اون خانمی که اومد نزد آقا امیرالمومنین و اقرار به زنا کرد، حضرت چگونه با او برخورد کردند؟ در زمان رسول خدا معصیت‌های فراوانی انجام می‌شد، حضرت چگونه برخورد کردند؟ مشکل امروز نیست. امروز مردم متاسفانه جبهه‌گیری کردن. چرا؟ چون حکومت‌ها جبهه‌گیری می‌کنن. شما از وضع قوانین مالیات نگاه بکنید تا وضع مسائل احکام دادگاه‌ها در کل کشورهای اسلامی و عربی، ما این مشکل رو الان پیدا کردیم. لذا پیامبر اکرم و امیر مؤمنان با اعمال خودشون حل مشکلات مردم رو میکردن و با اعمال و رفتار خودشون نشون میدادن که راستگو هستن. دولت در اسلام حالت پدری داره، نه حالت انتقامی. در عموم دولت‌ها امروز در خاورمیانه و اسلامی اگه نگاه بکنیم میبینیم دولت‌ها با مردمشون جنگ دارن. این یه مشکلی است که بالاخره باید خود دولت‌ها راه حل عاقلانه‌ای پیدا بکنن در مقابل خواسته های مردم. انشاءالله. تشکر میکنم آجا. شیخ محمد تقی زاکری، مشاور سازمان های حقوقی شیعه از واشنگتن با ما بودند.